جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید. خدایی تو راست، پداه بلندی و پستی تویی، همه هیچند آنچه هستی تویی. الهی به امید تو. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز، امیدوارم که حالتان خوب باشد. به درس زبان و ادبیات دری دوستان خوش آمدید. خب میرسیم به جلسه پنجم. عنوان جلسه امروز ما دوستان حقوق والدین است. در مورد این مقوله براتان توضیح میدهیم و وارد بخش دوم میشویم که در حوزه دستور زبان است. در مورد ضمیر و کاربرد او در حوزه ادب و زبان دری میخواییم برای شما دوستان توضیحاتی ارائه کنیم. قبل از اینکه وارد بحث بشویم دوستان، حتما شاگردای عزیز، شاگردای گلم، حتما در نظر داشته باشید کانال ارتباطی ما را فراموش نکنید. 2096470255413 در واقع کانال ارتباطی ما با شماست که میتوانید هر گونه ارائه پیشنهادات ارتباطات با ما داشته باشید. قبل از اینکه وارد درس دوستان، حتما در نظر داشته باشید ما یکان کار خانگی در جلسه قبل برایتان دادیم، او را حل میکنیم، بعد وارد درس جدید بشیم. خب بریم پای تخت دوستان. یک سوال داده بودیم از شما، خواسته بودیم چی دوستان؟ گفته بودیم که فعل ماضی از مصدر شنیدن و فعل مضارع از مصدر خوردن را برای ما صرف کنید. در حوزه فعل دوستان برای شما انواع فعل را در جلسه قبل تشریح کردیم. خب بگیم فعل ماضی از مصدر شنیدن و فعل مضارع از مصدر خوردن. خب قبل از اینکه واردی بشیم دوستان، ما گفتیم که فعل از چی ساخته میشد؟ خود فعل در واقع از دو جز ساخته میشد. یک جزء ثابت داشت که در واقع میگفتیم جزء ثابت فعل، ما چی میگفتیم دوستان؟ جزء ثابت را بهش میگفتیم بن فعل، و جزء متغیر را چی میگفتیم؟ جزء متغیر یا ناثابت را تحت عنوان شناسه ما از او یاد کردیم. نگاه کنید دوستان، خب حالا هر کدوم از این فعل ماضی و فعل مضارع طریقه ساختن جداگانه داشت. خب ما میگفتیم که در واقع فعل چیست؟ فعل چیزی است که از در واقع بن دوستان، بن به علاوه شناسه ساخته شده باشه. خب بن فعل در واقع بن فعل ماضی چیزی ساخته میشد؟ برای ساختن بن فعل ماضی بود که مصدر را نگاه میکردیم. مصدر کلمه‌ای بود که در انتهای او کلمه چی داریم دوستان؟ در انتهای مصدر ما همیشه یک نون داریم که در او نون مصدری گفته میشه. خب شنیدن، خوردن، گفتن، رفتن، یا ببینید دوستان اینا انتهایش چی دارد؟ انتهای این کلمات نون دارد که میشه نون مصدری. برای ساختن فعل ماضی دوستان، اگه میخواهید که بن ماضی بسازید، اون نون را از انتهایش بندازید، حذف کنید. خب شنیدن، اگر اون نون آخر رو بندازیم چی میشه دوستان؟ شنیدن که مصدر است، او حرف نون را میاندازیم میشود شنید. شنید میشود چی؟ میشود بن، در واقع چی دوستان؟ بن فعل ماضی ما. خب به علاوه میکنیم، اضافه میکنیم در اون شناسه های هر شخص. ما چند شخص داشتیم؟ 6 شخص داشتیم دوستان، 3 مفرد بود 3 جمع، که هر کدام در واقع جداگانه بود. اگر میخواستیم صرف کنیم این گونه میشد. چی میشود؟ میگوییم که از شنیدن فعل ماضی میشود شنیدم، شنیدی، شنید. خب این شد 3 دوستان چی؟ 3 در واقع صرف اشخاص مفرد. خب حال جمع میشه چی؟ شنیدیم، شنیدید و شنیدند. یا دوستان
شنیدم، شنیدی، شنید، شنیدیم، شنیدید، شنیدن. این شد در واقع طریقه ساختن فعل ماضی از مصدر شنیدم. حالا اگر فعل ما فعل مضارع باشد چیکار میکنیم؟ باز دوباره بن داریم، شناسه داریم. برای ساختن بن مضارع ابتدا از مصدر میخوایم. مثلا دوستان از مصدر ابتدا امرش میکنیم. امر به خوردن بکنید، دستور بده به خوردن، چه میشود؟ میشود بخور. بخور. حال او به ابتدای بخور را دوستان حذف میکنیم. پس امر به خوردن میشود بخور دوستان. او به را بندازید، چه میشود؟ میشود خور. خور میشود در واقع بن فعل مضارع ما. با شناسه حال جمع میکنیم. خب شناسه اگه بخوایم جمع کنیم دوستان این گونه میشود. فعل مضارعش میشود چی؟ میشود میخورم، میخوری، میخورد. حال مفرد سراغ جمع. میخوریم، میخورید و چی دوستان؟ انتها میشود میخورند. میخورم، میخوری، میخورد، میخوریم، میخورید، میخورند. این شد چی دوستان؟ شد فعل مضارع از مصدر خوردن صرفش برای شما. بسیار آسان است، بسیار ساده است. حتما در واقع دوستان حواستون رو بدهید دمه. این بخش بسیار مهم، بسیار بسیار اساسی در حوزه سوالات امتحانی آخر ترم شماست. خب دوستان برویم برگردیم. خب عزیزان وارد بخش اول درس جدید شویم تحت عنوان حقوق والدین. اگر نگاه بکنید دوستان میبینید که جامعه ما افغانها یک جامعه است که از دو بُعد اساسی و اصلی تشکیل شده است. بحث اول ما، او بُعد اول ما در واقع سبقه دینی است که در واقع یک کشور بسیار بسیار متدین مذهبی است که تابع دین در واقع اسلام هستیم. تمام ارزش‌های در واقع اسلامی در جامعه ما دیده میشه، سعی میکنیم که از این ارزش ها پیروی کنیم. در کنار سبقه دینی ما چیز دیگری هم دوستان داریم تحت عنوان چی؟ فرهنگ ملی یا عنعنه ملی که در واقع یک آداب و رسوم، طریقه پوشش، روابط اجتماعی، نوع رفتار، زبان، گویش ها، اینا همه از چیزهایی هستن که دوستان در حوزه فرهنگ ما جای میگیرن. حال یکی از ارزش‌های کاملا شناخته شده ای که در جامعه ما بسیار بسیار اهمیت داره دوستان بحث شناخت حقوق والدین و اطاعت از این بزرگوار است. پدر و مادر در واقع دو بالی هستن که برای ادامه حیات یک فرزند دوستان نیاز است. پدر و مادر مانند یک پرنده است که دو بال دارد. برای ادامه حیات، برای رسیدن به او سعادت و پیشرفت، این پدر و مادر برای فرزند نقش اساسی دارد. حال نیاز است که ما حقوقی که والدین نسبت به فرزندان دارند را بشناسیم. در هر خانواده دوستان هر چقدر این والدین سنش بالاتر می رود، قدر و منزلت و در واقع احترامش نیز بالاتر می رود. این یک چیزی که در جامعه ما شناخته شده است و تفاوت جامعه عزیزمان افغانستان شاید با سایر جوامع دیگر در همین امر باشد. در حالی که والدین در کشورهای دیگر وقتی در سن پیری میرسن، در واقع خانواده ها و فرزندان آنها این والدین را میبرن و در آسایشگاه و خانه سالمندان آنجا میگذارن. در حالی که در خانواده ما افغان ها هر چقدر والدین پیر میشود با جمع خانواده ما زندگی میکند، احترام و منزلت بسیار بسیار بالایی دارد و همه فرزندان، نواها، نواسه ها از پدر و مادر، از پدر بزرگ و مادر بزرگ رأی و نظر و مشورت میگیرن و اطاعت میکنن از این دو بزرگوار. به طور که حتی خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم نیز میفرماید، چی میگوید؟ فلا تقل لهما اوفن ولا تنهرهما. حتی نگاه کنید دوستان، میگه به آنها، به کی؟ به والدین یعنی پدر و مادر، حتی اوف هم نگویید، نگویید اوف و بر سرشان فریاد هم نزنید. پدر مادر یک جایگاه بسیار عزیزی دارد. خدای نکرده شما یک اوف به پدر مادر بگید یا اگر کاری را، خواسته ای را از شما بخواهند انجام ندهید، کافی است پدر مادر یک آهی، یک نالهی پشت سر شما داشته باشند. خدای نکرده شما هیچ وقت رنگ خوبی، خوشبختی در زندگی خود را
نمیبینی. یک چیزی است که تجربه هم دوستان نشان داده. پس پدر مادر یگان جایگاه بسیار مشخصی دارد که ما باید همیشه در او نظر ویژه داشته باشیم. خب نگاه کنید دوستان، در کنار این موارد ما چیز دیگری هم داریم تحت عنوان حقوق والدین و حقوق فرزندان. وقتی یک فرد در داخل یک خانواده یک نقش اجتماعی را بر عهده میگیرد، این نقش اجتماعی دو تا بُعد دارد، یک حقوق دارد و یک وظایفی دارد که برای او تعریف می شود. خب نگاه کنید، در داخل خانواده خود والدین یک وظایفی دارد. این وظایف چیست؟ این وظایف ایست که پدر و مادر برای فرزندان نفقه و خرجی را فراهم کند. هزینه تحصیل، پیسه موجود برای ادامه تحصیل تمامی فرزندان، هم از دخترها هم از پسرها، توسط والدین باید فراهم شود. یک چیزی است که بسیار بسیار مهم است. حالی همین وظایفی که والدین دارد دوستان تحت عنوان حقوق مربوط به فرزندان است. حقوق فرزندان چیست؟ این چیزهایی که گفتیم، یعنی فرزند در داخل خانواده حقش این است که نفقه دریافت کند، خرجی از پدر مادر دریافت کند، و از اون طرف دیگه چی؟ هزینه موجود برای ادامه تحصیل را از پدر و مادر دریافت کند. این در واقع چیست دوستان؟ این حقوق فرزندان است. حالا این میتواند این به مرور دوستان یک رابطه چی دارد؟ یک رابطه متقابل فی ما بین دوتا وجود دارد. حال وقتی سن ای افراد والدین بیشتر میشد، افراد مسنتر میشد، پدر مادر با تجربه میشد، یک سن پیری میرسد، در واقع این برعکس میگردد. چگونه دوستان؟ اینه که نگاه کنید وقتی والدین ما در خانواده از سن بالایی برخوردار شد، از اطاعت بسیار بیشتری نیز برخوردار میشد. فرزندان، نواسه ها، نبیره ها، نتیجه ها، همه اقوام که از نظر سنی پایینتر و کوچکتر از پدر مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ هستند، پدر کلان و مادر کلان، جایگاه ویژه در داخل خانواده دارد و همه باید از این بزرگوارا تبعیت کند، اطاعت کند. در کنارش این افراد دیگر در دوره پیری دوستان توانه کار کردن ندارد. حال وظیفه فرزندان است که در واقع نفقه بدهد، نیازهایی که در دوره پیری دارد، در دوره کهولت دارد، در دوره در واقع سالمندی دارد، و توسط فرزندان برای افراد باید فراهم شود. خب شاگردان عزیز، میرسیم به بخش دوم، قواعد دستوری. در حوزه قواعد دستوری به کلمه چی دوستان میپردازیم؟ ضمیر. میگویم که ضمیر چیست؟ کلمه ایست که به منظور جلوگیری از تکرار اسم جانشین اسم میشود، جانشان آن میشود. خب ما هر زمانی که دوستان نگاه میکنیم، میگیم یک متن رو بیان میکنیم، برای که از او اسم، از تکرار مکررات یک اسم جلوگیری شود، ضمیر را جانشین او اسم میکنیم. به طور مثال نگاه کن دوستان، این جمله: جاوید به مدرسه آمد و او به معلم سلام کرد. خب ضمیر ما کدام از دوستان؟ کلمه او میشود ضمیر ما. خب در این جمله دوستان نگاه کنید، او ضمیر است که این ضمیر در کی برمیگرده؟ این ضمیر برمیگرده در کلمه جاوید. جاوید یک اسم است که وقتی ما میخوایم جلوگیری کنیم از تکرارش، به خاطر که متن ما زیبا بیاید، چون تکرار یک اسم، تکرار مکررات یک اسم باعث عدم زیبایی، باعث زشتی جمله میشود دوستان، برای جلوگیری از این کار ما میایم چیکار میکنیم؟ این ضمیر را جانشین چی میکنیم؟ اسم میکنیم. خب حالا میگویم یکی از شکل‌ها دوستان، یکی از انواع، یکی از اشکال ضمیر، ضمیر مشترکه. خب ضمیر مشترک چیست؟ ضمیر مشترک مانند هر ضمیری جانشین اسم میشود. برای مفرد و جمع هر سه شخص گوینده، شنونده و غایب یکسان به کار برده میشود. نگاه کنید دوستان، ما در جلسه قبل گفتیم ضمیرها یا پیوسته است یا گسسته، یا به اعتبار یک دیگر یا ضمیر جداست یا ضمیر متصل. حالا می‌دونیم در کنار او دو شکل ضمیر، دو نوع ضمیر، ما نوع سومی هم داریم. نوع سوم ضمیر ما چیز دوستان؟ ضمیر مشترک است. ضمیر مشترک سه نوع است: خود، خش و خشتن. هر زمانی دوستان شما خود، خش و خشتن را در داخل یک جمله دیدید، متوجه باشین که این ضمیر، ضمیر مشترک است. برای همه اشخاص، برای مفرد و جمع، همیشه همیشه یکی از اونها میتواند بیاید، میتواند به جای همدیگر به کار
گرفته شد، در حالی که در ضمیرهای جدا در ضمیرهای پیوسته این گونه نبود. برای هر شخصی از مفرد از جمع دارای یک ضمیر مختص، یک ضمیر مشخص برای هر کدام بود. خب حالی دوستان نگاه کنید، میم وارد جدول میشیم، کاربرد ضمیرهای مشترک. نگاه کنید دوستان، ما شخص اول داریم، شخص دوم داریم، شخص سوم داریم که اشخاص میتواند یا مفرد باشد و یا هم جمع باشد، ولی وقتی میخوایم ضمیر مشترک را بکاریم برای همه ای افراد مشترک است، فرق نمیکند. شما خواب بگویید خود رفتم، نگاه کنید دوستان، خواب بگویید خود رفتم، یا بگه خود رفتیم، یا خود رفتید، یا خود رفتن، یا خشتن رفتم، خشتم رفتی، خشتن رفتن، یا اون دوستان، برای همه اینها مشترک است، فرق نمی کند که چه نوعی از این ضمایر مشترک برای کدام نوع از این اشخاص، چه مفرد و چه جمع بیاید، برای همه یکسان بیاید. خب کار خانگی، کار خانگی جلسه آینده دوستان، کتابچه و قلم را بردارید، یادداشت بفرمایید. در عبارتهای زیر ضمیرهای مشترک را مشخص کنید. سه عبارت، سه جمله برای شما آورده شده که شما خواسته شده دوستان در این عبارتها ضمیر مشترک را مشخص کنید. اینجا بود که خشتن را شناختیم، وزیر خش را به دربار رساند. ما خود را بالاتر از دیگران نمیدانیم. بله دوستان، این سه جمله بود که سه جمله از شما خواسته که ضمیر مشترک را برایش مشخص کنید. خب دوستان عزیز و گرامیان قند، در پایان جلسه امروز رسیدیم. جلسه امروز در پایان رسید. قبل از انتهای جلسه، قبل از خداحافظی، کانال ارتباطی را فراموش 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 نکنید. 20964 780 255 4013 کانال ارتباطی ما با شماست. عزیزان قند، تا جلسه بعد، تا دیدار دیگر، خدا یار و نگهدارتان.